اینجا دفتر تهران بزرگ، زندانیان مالی و کلاهبرداران ما، کلاهبرداران سیاسی ها را که تلاش کردیم جماعت خفته را بیدار کنیم و همین جور محکوم به تحمل حبس شده و ما را اینجا دیوان خطاب میکنند. سهیل پس از 4 روز اتصاب غذای خوش و تر به کما رفت. یاد دارم که همیشه اینجا میگفت دل آدمی دلایلی دارد که عقل ظاهربین را یارای فهمیدن نیست. شخصی که از خود میگذارد تا باور کودکان کار باشد، یاور کودکان کار باشد و پشت پناه آنها باشد، شخصی که قید آزادی را زد تا صدای زندانیان سیاسی عقیدتی باشد، با ظلم و فاسدان جنگی و در دنیای امروز دیوانه مینامندش. آن دیوانه انتصاب غذا کرد تا ما عاشقی را از یاد نرانیم، تا از خود گذشتگی را یاد ما بهد. وقتی شنید خواهرانش گلوخ و آتنا را به قرچک تبدیل کردن، خوراک از گلویش پایین نرفت و اوین را بر سر جلدان خامنه‌ای قرار کرد و تبدیل به جهنم بزرگ را چون من به جان خرید. اما بر سر حرفش ایستاد و حال دارد جان می سپارد. شاید همین امروز یا فردا خبر مرگش را بشنوید. و هزاران نفرین بر این جماعت زنده کش مازفر است که تا سهیل بود قدر خدام و نیز به سهیل و ستارههایی می پیوندند، دیوانگانی که از قفس خریدند. اینجا کسی قدر نوابغ را نمی دارد. دنیا جای خوبی برای دیوانه ها نیست. تمام.